حملات وسیع پهپادی اوکراین به مسکو و دیگر مناطق روسیه. در آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات روسیه، 35 پهپاد اوکراینی مناطق وسیعی از روسیه از جمله مسکو را هدف قرار دادند که این حملات به آتش سوزی موقت در یک پالایشگاه نفت، قطع برق در مناطق مرزی و نیز محدودیت پروازی در فرودگاه‌های مسکو منجر شد. مسکو کیف را به دلیل حملات چند روزه به زیرساخت‌های روسیه به خرابکاری در انتخاباتش متهم می‌کند. حملاتی که یکی از گسترده‌ترین عملیات هوایی در خاک روسیه از زمانی توصیف شده که پوتین 2 سال پیش دستور حمله به اوکراین را صادر کرد. پوتین که پیش‌بینی‌ها حاکی از پیروزی قطعی او در انتخابات است، وعده داده که اوکراین را به خاطر این حملات مجازات خواهد کرد. در سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش بدون اشاره به تشدید حملات گزارش شده توسط نیروهای اوکراین از نیروهای نظامی و اطلاعات خود برای قابلیت‌های دوربرد جدید تشکر کرد. رویترز می‌گوید که هنوز به طور مستقل امکان تأیید این گزارش‌ها را ندارد. آنطور که وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد، 17 پهپاد بر فراز منطقه کراسنودار در جنوب روسیه، 4 فروند بر فراز مسکو و چندین پهپاد دیگر در 6 منطقه دیگر روسیه منهدم شدند. ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار در جنوب روسیه نیز در تلگرام اعلام کرد که حمله پهپادی خونسا شد، اما بر اثر سقوط یکی از پهپادها در یک پالایشگاه این منطقه آتش سوزی رخ داد. این آتش سوزی که محل آن پالایشگاه اسلاویانسک در کراسنودار گزارش شده مهار شده و تلفات جانی نداشته، اگرچه به نوشته رویترز اطلاعات اولیه حاکی از مرگ یک نفر بر اثر سکته قلبی بود. رومان سینیاگوفسکی رئیس منطقه اداری اسلاویانسک در تلگرام نوشت که کارگران پالایشگاه تخلیه شدند و هیچ تهدیدی برای مناطق مسکونی مجاور از این حادثه وجود نداشت. در این میان روزنامه اوکراینی اوکراینسکا پراودا به نقل از یک منبع اطلاعاتی اوکراینی نوشت که کیف این حمله پهپادی را موفقیت آمیز می داند، زیرا آتش سوزی بزرگی در نزدیکی واحدهای تقطیر خام که هدف اصلی بودند رخ داده است. پالایشگاه اسلاویانسک در حدود 70 کیلومتری شمال کراسنودار هر ساله حدود 4.5 میلیون تن نفت خام فراوری می کند و تولیدات آن عمدتاً برای صادرات استفاده می شود. گرچه مقداری از بنزین تولیدی این پالایشگاه مصرف داخلی دارد. این پالایشگاه تنها پالایشگاهی نیست که در دوران تهاجم روسیه به اوکراین هدف حمله پهپادی اوکراین بوده و آنطور که رویترز به نقل از یک منبع اطلاعاتی اوکراین می نویسد، پهپادهای تهاجمی دوربرد اوکراینی در طول جنگ تاکنون 12 پالایشگاه نفت روسیه را هدف حمله قرار دادند. در مسکو اما سرگئی سوبیانین، شهردار پایتخت، گفت که هیچ تلفات یا خسارتی بر اثر سرنگونی پهپادها در 3 منطقه نزدیک مسکو گزارش نشده است. این در حالی است که صبح امروز و به دنبال این حمله پهپادی عملیات پروازی در 3 فرودگاه مسکو برای ساعاتی متوقف شد.